ما از این فریب رنگارنگ هر روزه شما بیزاریم. ما دیدیم که چگونه پیش چشمان ما در دانشگاه شریف هنگامی که امنیت و آرامش دانشگاه زیر پای نهادهای امنیتی بود از آنها حمایت کرده و لحظاتی بعد خود را طرفدار جنبش مردم نشان دادید. انتخابات سال 96 را به یاد داریم که اصلاحات به پشتوانه رأی مردم به صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، اما سرانجام صاحب منصبان آن دولت ادعا کردند که دولت مسلح اجازه نداد برنامه‌های ایشان پیش برود. اگر ادعا دارید که می توانید تغییری در شرایط به وجود بیاورید، ابتدا باید توضیح دهید اکنون چه چیزی تغییر کرده جز آن که تاریخ مصرف اصلاح طلبان برای مردم گذشته است. آیا نمی دانید سازمان نظامی که افتخار پوشیدن پیراهن آن را دارید اکنون یک تشکیلات سیاسی امنیتی تبدیل شده است؟ در چنین شرایطی ریاست جمهوری چه معنایی دارد وقتی نتوان نفوذ در رأی بالاسری خود را دارد و نمیتواند از دخالت نهادهای موازی با خود مسئول بماند؟ امروز حاکمیت چنان مست در غرور است که حتی سیلی عدم مشارکت مردم در مهمترین عرصه سیاسی نیز او را هوشیار نمی کند. هرچه باشد یادمان نمی رود که آن بیماری که مرگ را به بالین مردم آورد نه کرونا که ویروس منحوس خودکامگی بود. ویروسی که ما در دانشگاهی زندگی می کنیم که دیگر خانه امن نیست بلکه به مکانی امنیتی تبدیل شده است. همان زمانی که مردم در پی مطالبه لقمه نان به خیابان آمدند و وزیر کشور دولتی که مورد حمایت حامیان فعلی شما بود در پاسخ به کشتار مردم در کمال وقاحت مدعی شد که هم به سر شلیک کردند و هم به پا. در زمینی که اصحاب قدرت ساختند خواهرانمان به یمن گشت ارشاد امنیت حضور در خیابان را ندارند. ما رو بوده شدن زنان و دختران را به جرم گیسوان دیده ایم. آقای پزشکیان، شما گفته اید که با دختران بیهجاب نباید با خشونت برخورد شود. آیا فراموش کرده اید که بیهجابی برای نظام حرام سیاسی اعلام شده است؟ مقامات بالادستی دستور به چنین برخوردهایی بدن، آیا شما جرأت ایستادن در برابر خواست آنان را دارید؟ می دانیم که اکثر مواردی که ترک کردیم